نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 29 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با منابع اصلی که می‌تواند از آنها دستورات دینی را دریافت نمود فرمودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی متواتر مبنای بهره‌گیری از منابع دینی را قرآن کریم و عطرت طاهره سلام الله علیهم اجمعین قرار دادند و فقط و فقط این دو منبع در این زمینه معتبر است و سومی ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند در این زمینه قرآن کریم حجت است و همچنین آنچه که از عطرت طاهره به صورت مهرس صادر باشد نیز حجت است. معظم الله همچنین تأکید فرمودند آنچه که در برخی از تفاسیر نقش شده که اولوالامر به معنای حکام است معتبر نیست و فعلیت حکومت برای غیر عطرت طاهره صحیح و خلاف متواتر روایتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقش شده است، لذا اولوالامر فقط معصومین علیهم السلام هستند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله بله بله، اول الامر فقط و فقط و هزار بار فقط معصومین علیهم السلام از عشرت طاهره. بله، در زمان غیبت کبرا خود معصوم صلوات الله علیه و عجل فی برده شریف تعیین کردن فقهای جمع الشرایط را و اونا جاش هستن، معصوم نیستن، مسائل عصمت ندارن، اما تعیین شدن جای امام معصوم، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. همون که پیغمبر فرمود کتاب الله و عشرتی اهل بیت، فقط همین این چارچوبه رو تعیین کردن پیغمبر. این محل خلاف شدید بین فقهاست که این ولایت حسبه است که ولایت اصلا اسمش نیست، یا نه ولایته، یعنی مجرد وجوب یا جواز تصدیه که اسمش ولایت حسبه است. حسبه یعنی قربت الله تعالی، امیر المؤمنین صلوات الله علیه بعد از اون مظالمی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد فرمودن فاحتسب الله، یعنی بذار به حساب خدا، حسبه یعنی حساب خدا. مثلا ولایتش اینه که شیخ انصاری تو مکاسب از فقهایی هستن که قائل به ولایت اصلا نیستن و یه تعبیر خیلی شدیدی دارن شیخ انصاری که شاید تو کل کتب شیخ انصاری بی نظیر باشه این تعبیر به این شدیدی. فرمودن خرط القتاد، یعنی ولایت نیست، فقیه ولایت نداره، حسبه هست و تعبیر ولایت هم مجازه ازش. اینجور که شیخ انصاری در مکاسب در بحث ولایت ابو جد به مناسبت تصدی فقیه جامع شرف ذکر میکنن.